همراهان گرامی و همیشگی درود بر شما و با درود بر تمامی مبارزان راه آزادی ایران عزیزمان سناتور ریچارد بلومنتال سناتور پرنفوذ دموکرات در یک گفتگوی سریح و جنجالی پس از دیدارش با شاهزاده رضا پهلوی به وضوح اعلام کرده است که زمان تغییر در ایران فرا رسیده است او در این مصاحبه میگوید که شاهزاده رضا پهلوی با شناختی دقیق از وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران از ای با من سخن گفت که حتی تصورش هم میتواند خواب را از چشمان مقامات جمهوری اسلامی برو باید. از نارضایتی عمومی از بدبختی که به واسطه سیاست های مخرب به مردم تحمیل شده و از جنبش بزرگی سخن گفت که در بطن ایران زبانه می کشد. دیدار شاهزاده رضا پهلوی با سناتور بلومنتال و دیگر نمایندگان کنگره که به دعوت اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران نفتی صورت گرفته بود هدف بزرگی را دنبال می کند. جلب حمایت حد اکثری از مردم ایران و ترسیم مسیر جدیدی که بتواند ایران را از ورطه فقر، فساد و دیکتاتوری برهاند. شاهزاده پهلوی که خود به نمادی از این مبارزه تبدیل شده است در توییتی اعلام کرده بود که در این دیدار که پربار بوده است تأکید کرده که جامعه بین المللی نباید در این مقطع حساس از پشتیبانی از مردم ایران دریق کند اما نکته حساس این دیدار جایی است که شاهزاده رضا پهلوی مستقیما به مسئله اشاره می کند که در هفته های اخیر به شدت برای مردم نگران کننده شده است افزایش تورم و فقر در ایران که آثاری از جنگ غیر مستقیم و حالا مستقیم جمهوری اسلامی با اسرائیل است شاهزاده در این دیدارها اظهار کرده است که جنگی که خامنه ای به آن دامن زده جنگ مردم ایران نیست و تنها یک جنگ ویرانگر برای آنهاست شاهزاده رضا پهلوی به سراحت هشدار داده که حتی اگر در ظاهر آسیبی به ایران در این جنگ وارد نشود این سیاست ها تحریم ها و فشار اقتصادی جنگ موجب افزایش تورم ناشی از سیاست های مالی نظامی خواهد شد و مردم ایران را به سمت فقر و نابودی می کشاند طرح پانزده ماده نفتی با نام حمایت حد اکثری از مردم ایران راه است که با هدف اعمال فشار بین المللی بر جمهوری اسلامی و جلب حمایت جهانی برای اعتراضات مردمی در داخل ایران تدوین شده است و شاهزاده رضا پهلوی از مقامات ایالات متحده و مقامات غربی خواسته است که به مردم ایران برای تغییر کمک کنند که بهترین راه برای مبارزه با جمهوری اسلامی همین است سناتور بلومنتال نیز با اعلام حمایت خود از این طرح و تایید ارزش و اهمیت آن تأکید کرده که آمریکا آماده است تا تمامی توان خود را برای پشتیبانی از ملت ایران به کار گیرد و تصریح کرد که تلاش های نفتی و حمایت جامعه ایرانی در خارج از کشور کلید موفقیت این حرکت خواهد بود. این سناتور تأکید کرده است که شاهزاده ایرانی با تأکید بر لزوم حرکت به سوی ایرانی سکولار و دموکراتیک از آمادگی خود و گروه های همفکر برای به دست گرفتن آینده ایران سخن گفته است و تصریح کرده که او و بسیاری از چهرههای، فعال اپوزیسیون در تلاشند تا برای ایران آزاد، عدالت و دموکراسی تمام توان خود را به کار بگیرند. بلومنتال که به عنوان یکی از سناتورهای با نفوذ شناخته می شود از ایده شاهزاده استقبال کرده و قول داده است که حمایت بیشتری از اعتراضات مردمی در ایران به عمل بیاورد. این دیدار می تواند به تقویت شبکه از حمایت های سیاسی و مالی منجر شود که نه تنها در آمریکا بلکه در سطح بین المللی نیز برای مقابله با جمهوری اسلامی ضروری است در حالی که شاهزاده رضا پهلوی در کنگره آمریکا به رایزنی برای آزادی ایران مشغول است اما آمارهای جدید از ایران نشان از بحران اقتصادی عمیقی دارند پزشکیان رئیس جمهور منصوب خامنه ای اعلام کرده است که بودجه نظامی با افزایش 200 درصدی مواجه شده است و تورم سال آینده 45 درصد پیش بینی شده است که البته همه به خوبی می دانند تورمی که محقق خواهد شد قطعا از پیش بینی های حکومتی بیشتر است این آمارها بلا فاصله پس از هشدار شاهزاده رضا پهلوی در مورد خطر فقر و بدبختی بیشتر تلخترین پیش بینی ها را درباره آینده کشور تایید می کند گفتن که شاهزاده رضا پهلوی پیشتر در توییتی از خطرات افزایش بی رویه بودجه نظامی و تأثیرات آن بر زندگی مردم ایران سخن گفته بود و هشدار داده بود که این سیاست ها تنها به تخریب بیشتر اقتصاد ایران و سرکوب مردم خواهد انجامید. شاهزاده رضا پهلوی معتقد است که ادامه این وضعیت که علی خامنه ای کشور را به آن وارد کرده است و کشور را به یک جنگ بی مورد وارد کرده سمرش فشار بر مردم ایران است که البته درمان آن راهی جز فروپاشی نیست شاهزاده تأکید کرده است که وقت تغییر رسیده است با توجه به افزایش بحرانهای داخلی و ناتوانی جمهوری اسلامی در کنترل اوضاع و همچنین شرایطی که روز به روز میان ایران و اسرائیل وخیمتر می شود بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که دیدار شاهزاده رضا پهلوی و سناتور بلومنتال و سناتورهای دیگر و هم پیمانی هایی از این دست این تواند به نقطه عطفی در جنبش آزادی خواهی مردم ایران تبدیل شود به ویژه در مقطع کنونی که جمهوری اسلامی با ورود به یک جنگ خانمانسوز در حال نابود کردن ایران است اگر در این مقطع مردم ایران بتوانند از جمهوری اسلامی عبور کنند شاید بتوان به نجات ایران امیدوار بود شاهزاده رضا پهلوی با طرح این سوال که تا چه زمانی مردم باید زیر فشار فقر و سرکوب زندگی کنند به وضوح نشان داد که برای تغییر نیاز به حمایت بین المللی دارد سناتور بلومنتال گفته است که من تا به حال کسی را اینقدر دلسوز وطن خود ندیده بودم دیدار شاهزاده رضا پهلوی با سناتور ریچارد بلومنتال شاید تنها یک دیدار سیاسی نباشد بلکه میتواند نشان از فصلی تازه باشد که شاهزاده ایرانی برای آن تلاش کند. فصلی که در آن میتوان صفحات آخر جمهوری اسلامی را در کتاب تاریخ نوشت مخاطبان گرامی ضمن درود اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.